سلام، خوش اومدید به اپیزود 372. دوباره 372، برای بار سوم اپیزود 372 ماست. خیلی من ایمان هستم، یکی از میزبان‌های این برنامه. در کنار من فرهاد و فرزاد و حسین نشستن. سلام. جناب، براتون میگم که به واسطه درخواستای مردمی زیاد ما دکتر رو دعوت کردیم و حسین اومد خودکست. خیلی ازش میتونم تشکر کنم که خیلی ساده قبول کرد. گفتم یه خودت زو باری کلا نگو باش. هیچ رزیستنسی نسبت به اینکه بیاد خودکست داشت و من اینو اپریشییت میکنم. خیلی بازه حسین. خیلی باید بترسی موقعی که میخوای بیای خودکست. یعنی به عنوان یک انسان خیلی کار ترسناکیه به نظر من. آقا یه توضیح بدم قبلش که بری تو جمع ست سیبیل که مثلا. آره بگو. ببین آخه توی دایرکت ها و توی زیر خود پر خود چوسی شما اومد ها، چوسی دایرکت ها رو اومد ها، خیلیش پره تو دایرکت میگیری چرا من رو میگیرم. آره ببین من تا یه جایی ریکوستان بسته بود، بعد نمیدونستم، من راحت بودم که چرا نمیگیرم. خب بعد به ایمان هم میگفتم آقا من نمیگیرم. بعد از یه جا بعد که با روشنش کردم دیگه قشنگ میگیرم. خب به منم نشون بده، شاید مال منم بسته است. آره شاید منم هیچ ریکوست اتفاقا یه سری واسه میگیرم پس من بعد ببندم. واسه تو فرستادم. آره من بر فکر کنم. آره بله. بعد آره توی دایرکت و توی خود پست خود که زیاد میدیدم که مثلا آقا حسین بیاد، حسین رو مثلا دعوت کنین، حسین رو بخوام ببینیم اون چیزا. ولی از وقتی که رفت زیر پست کومان و آراد اینجوری بودم که آقا بیام و ببینن که واقعا خبری نیست، چیزی رو از دست نمیدن. او این همه حرف زدی که تشکیل رو بگی. خب خفش حسین دقیقا از همون چیزی که من رنج میبرم رنج میبرم دیگه، برحال فامیل و ژنتیک و در ژن هست. آره دیگه. فقط هوشاش به این فرض ما موقعی که هوش پخش میکردن نبودیم. یه چیز دیگه هم بگم ببخش بفرمایی خواهش میکنم، شما اصلا اومدی که بگی. آره خواستم بگم که این اولین باریه که من جلوی دوربین و میکروفون و این چیزا هستم. اگه نیستی دیگه اولین بار نیست. چرا به کومان خیلی زیاد شد دوربین بودی و پشت میکروفون اکتیولی نبوده، فون این چیزا نبوده. آره تو الان که خیلی خوب اومدی. آره احتمالاً به درخواست شما آخرین باری. نه اصلا اینطوری. من یه توضیح بدم در مورد اپیزودهایی که ما ضبط میکنیم و نمیان. یعنی یه سری مشکلات ما خیلی اپیزود ضبط شده. آره ما خیلی اپیزود ضبط کردیم. واقعیت رو بهتون بگم به ما خیلی خوش گذشته دو هفته گذشته، چون زیاد هم دیگر دیدیم، زیاد دور هم بودیم، زیاد اپیزود ضبط کردیم، ولی خب هر دفعه به یه مشکلی. دفعه آخر مموری کارتمون سوخت. امیدوارم که امروز نسوزه. یعنی اگه بسوزه که واقعا من یه خودکست دیگه واقعا نمیتونم. یه واقعا در مورد چی؟ بستن سیزن و اینا. آره دیدی؟ آقا ما چند روز پیش که هفته پیش ما دورم جمع شدیم اپیزود رو توی اپیزود گفتیم. آره توی اپیزود در مورد این صحبت کردیم، توی اپیزودی که ضبط کردیم و پخش نشد در مورد صحبت کردیم که آره 18 تا اپیزود ضبط کردیم توی این فصل و احتمالاً ببندیم فصلمون رو سر 20 تا و صبر کنیم که کارون برگره و بتونیم با کارون ادامه بدیم. آره ولی خب سوخت. یعنی این باز میشه 18 همی. یعنی دو تای دیگه داریم. نه 18 تا رو داشتیم. این 19 همیه. آره ما 3 تا 19 همی زدیم تو ذهن ما فصل تموم شده. آره ما هفته پیشش هم با بچه ها رفته بودیم بیرون، رفتیم در واقع بچه ها منو دعوت کردن که بریم کله پاچه بزنیم. مرسی دعوت ما قبول کردید. چی؟ خودت پول غذا زدی؟ نه 100%. من جزی از کله خورا نبودم. آره من کله خور نبودم. من رفتم اذیت بودی از اینکه ما داشتیم کله پاچه می‌خوردیم. اصلا آره وایبی ندادی که ایو، چون بعضی اینجوری ان دیگه مثلا نمیذارن غذا. من اگه مثلا اگه مغز اضافه‌ام داشتین می‌خوردم، ولی آقا گفتن که نمیاد دیگه. خب از ما می‌گرفت. نه خب دیگه من مغزمو با یکی دیگه ترید کردم پاچه گرفتم. خیلی به نظر من تو باخت دادی. خیلی ها به میگن ولی من هیچ ندادم. آقا مغز بهترین قسمتشه. من مزه مغز رو دوست ندارم. آی میماسه تو دهنت خیلی خواهد. من ناراحت شدم. چی؟ من فکر کردم تو هیچی نمیخواستی بخوری. بابا یه دقیقه میگفتی یه لقمه مغز میدونی. من تنها در واقع چیزی دوست دارم تو کله پاچه یکی که برم مغز و اون تیلیتشو میگیرم، ولی من با غذای خودم هپی بودم. ساندویچ مغز و زبون و اینا اینجا میگیری؟ فقط مغز خالی، مغز و زبون دوست ندارم. اوکی تو چی حسین؟ نظر راجع به کله پاچه چیه؟ فقط بناگوش میخورم.
باری که من اگه مجبور شم بیا اینم نخور دیگه برنامه گوش که دیگه آره دیگه بیا آخه من گوشت عادی رو هم به زور میدم پس اینجوری آها اینو کاور کرد تو گوشخور نیستی چرا من مرغو ترجیح میدم یعنی هر چقدر تو ادای مریضی هستی آره دیگه همه پرفکت نیستن دیگه میدونی هر کی یه مشکلی داره یه سری نقاط ضعفی هم هست دیگه نقاط ضعف دیگه آره ما دو هفته پیش کلپاچه‌ای شدیم هفته پیش سوخت دادیم و این هفته خدا رو شکر با حسین خدمت شما هستیم آره تازه هفته پیش ما در مورد انتخابات صحبت کردیم و نظرات جنجالی دادیم که هیچ کدومش درست در نیومد و جی الف ما رو دوباره سورپرایز کرد مثل همیشه من پیش بینیم درست در اتفاقا بحث این شد که کرده بودم دیگه تو پیش میخوای بگی اصلا نمیش خواهد صحبت کنیم یا نه آره بگو خب بگو گروه باشیم سیرکه جان. من گفتم پزشکی ها میشه چیزشون مناظره همین چند روز دیگه اساره از امروزی که ما داریم ضبط انتخابات پس فرداست دیگه آره انتخاب دور دوم پس فردا دو تا داشتن دیگه دو تا آره دی مناظره دومشون هم کردن او پس من عقبم از دنیا من خیلی نیستم من خیلی ها رو میبینم که میگن اصلا در جریان نیستیم آره و خیلی خوبه واقعا یه گیلتی پلژر این مدت رو بگم وای بگو میرم اونا که طرف داره جلیلی هنو تو توییتر پیدا میکنه میخونم پستاشون با شما یه کاری که شما هم همه تون انجام میدیم و ریلیجیسلی انجام میدیم و من اصلا توش نیستم خوندن کامنته من اصلا کامنت نمیخونم نه بستگی پلتفرمش من میخونم من هیچ کامنتی نمیخونم کامنت های اکثرا واسه میفرستم یه کامنت ها رو بخون نمیخونم کامنت های مثلا مال کومان و خودکست و اینا رو میخونم توی اپ یوتیوب سی ولی مثلا پستی که برای من بفرستن هیچ وقت نمیرم کامنتش رو ببین الان سوشال مدیا به جایی رسیده مثلا میم میبینی با فقط میبینی برای کامنت اصلا این کانتنت شده یعنی یه سری ویدیو میذارن واسه این که بری کامنت یه دونه رو دیدم یه دونه رو دیدم برای کی فرستادم همه خونش طلایی بود خانومه آره اون خانومه چی بود گفت دوربینو به شرخون زری بود وای وای میگفت ابن مرجم الان از اون در میاد بیرون نمیشه با اگه طلاییمون نمیکنه بیام یه کامنت بذاریم خیلی مردم سمن ولی واقعا هیچ وقت مثلا وقتی یه پست برام فرستاده میشه هیچ وقت به فکر بعضی پست ها رو تا میبینی میگی باید برم تو کامنت نمیتونی و من بعضی رو مینویسم واسط برو کامنت آره مینویسی ولی من هیچ وقت تقریبا نمیرم باید دستشو بگیریم ببریم آره گیلتی پلیجر هم گفتم گیلتی پلیجر خونه جلیلی ها رو میخونم بله گفتین که یه پنجشنبه جمعه جمعه انتخابات همیشه جمعه است ولی خب مردم گول کاشتن دیگه راست میگه بعید نیست تا الان که نگه یه دونی سورپرایزی چی؟ کم گفتم بعید نیست بعید نیست آره واقعا بعید نیست کمترین مشارکت توی انتخابات بوده توی دورانی که بس عدده رو میگی قضیهشو تقسیم به سه کی بود داشت میگفت داستانشو اصلا دیگه در اومد دیگه خب بگی من نمیدونم مثل این که ضریب خودم نمیدونه ضریب سه بوده همه اون تعداد رأی‌های این شیش نفر شدن آخر مثل که همه چیز ضرب در سه کردن آره اصلا واقعی نیست همچین سناریوی یا یک و نیم خب که اونم دوباره ضریب سه که همچین سناریوی مثلا یک در خیلی عدد بزرگی میشد احتمالش کمه مزورشون. که همه همچین سناریوی خیلی احتمالش کمه که تو واقعیت اتفاق بیفته که همه عدد همه اینطوری بشن آره ولی 40% هم بازم منطقیه چرا که میگن خودشون میگن آره نه منطقی بر خودشون به نظر من هنوزم زیاده یعنی 40% دیگه چه خبر هفتهتون چطور بوده من میخوام بگم سریال جدید شروع کردم بعد واقعا داشتیم نوی صحبت میکردیم ریندیر رو شروع کردم و واقعا ترسیدم آره کجا میشه دید روی نتفلیکس میشه دید بر اساس واقعیت آره خیلی میدیدم توی فضای مجازی در موردش ولی هیچ وقت ندیده بودم سریال رو ولی واقعا ترسناکه در مورد یه خانومی که استاک میکنه یا آقای رو مثلا میره هی در خونش و جای مختلف سر کارش میره فلان و اینا خیلی ترسناکه چون که میدونی خیلی میتونه واقعی باشه یعنی توی این حالا یه اتفاقی که تو سریال میفته اینه که احساس میکنم خیلی قدیم تره آره. برای مثلا 2024 نه نه نه, نه. آره. خانمه 6620 داره مثلا دستش اینطوری بهت بگم یه سال سریال تازه ساخته آره تازه آه. ساخته آه. آره تازه ساخته این
اصلا یادم رفت کجا می‌خواستم برم قضیه. نه خواهش میکنم قدیمیه، یعنی مال الان. آره گفتی مال قدیمیه 66. آها خانم، آره 66 داره و به این می‌خواستم برسم که خیلی احساس میکنم الان توی زمانی که اینستاگرام هست و اسنپ چت هست و تیک تاک و فلان اینا، این استاک کردن خیلی راحت تره. یعنی تو برای اینکه بتونی زیر و روی یکی رو بکشی بیرون، احساس میکنم به بیشتر از دو روز نیاز نداری که بخوای این کارو بکنی. اگه طرف یه ذره فقط اکتیو باشه روی سوشال میدیا، بستگی به بسته بودن اون آدم داره دیگه. میدونی قابلی یا ندی. آره ولی هر روزی که داره میگذره به این نتیجه میرسم که در مورد چیز، در مورد تکنولوژی خیلی دانشم همینطور داره میاد پایین‌تر و پایین‌تر. یعنی با سنم که داره میره بالا، من اصلا نمیتونم با این موضوع کیپ اپ بکنم که مثلا داره چی میشه. آره دقیقا آره داره چه. یعنی اپلیکیشن هایی میاد که مثلا آدم ها استفاده مثلا نمیدونم چه خبره دیگه، اصلا ولم کن. آره یه برهه بود اونو رد کردین، یه برهه بود آره همه چی تو دست. آره یه برهه جلوتر از اون تکنولوژی. آره. تو میدونستی چی داره میاد؟ چی شده ساکت باشین؟ نه گفتم تو هیچی نگو. آخرین باری که همچین جمله گفتی چی گفتم؟ یه سخن بزرگانی فرزاد گفت. چی گفتین شما؟ بگو. آخه حسین یادش میمونه. آره من خودم یادم رفته. یه چیزی که باید بدونی که حسین همه چی یادش میمونه. حسین هیچ یادش نمیره. آره. مثلا یه چیزی رو ریکال میکنه از مثلا 8 سال پیش همین روز. یه 8 سال پیش امروز این اتفاق با این لحن اینو گفت. آره با این لحن. یادمه که بحث نوکیا شد. نوکیا N95 دو مدل داشت. یه مدلش حافظه داخلی داشت، مدلش بعد مموری میز. خب حسین حافظه داخلی داره، از اون مشکی هم بود. آره نه رفنجا اینو که زیرش میچرخی میومد بالا از دو طرف با کشوی باز میشد. یه تینایی بودن که زیرشون میچرخی، سونی اریکسون بود اونا یا نوکیا بودن. آره چقدر کریتیو بود، هر سال یه موبایل جدید. اصلا اینطوری بود که ما همیشه یعنی دنبال اینو که وای فلانی موبایل خریده ببینیم چیه بود دیگه. یه مجله موبایل هم بود، ما مجله موبایل رو مثل مجله ماشین هر نه بچه موبایل نبود، یه اسم دیگه ای داشت، حالا مطمئنن بچه ها میدونن اسمش چیه. همه هر ماه یا هر هفته میگرفتن یه گوشی ها ریویو میکرد. یه سوال، چیزی کالکت میکنید شما الان کلن تو زندگیتون throughout your life چیزی شده که مثلا مجله ماشین من هیچوقت نگرفتم؟ آره مثلا مجله موبایل من هیچوقت نگرفتم. من مجله گیمینگ یه مدت تو استرالیا میگرفتم، شما مثلا 3 سال هر ادیشنشو دارم، ولی البته داشتم، الان نمیدونم. خیلی ممکنه محتمله که خانواده آتیش داده باشن. داده باشن. آره ولی چیزی کالکت میکردی تو زندگی؟ آره اینا بود. یه گفتم تو خودکست میوه گندیده کالکت میکردم. نه جدی بود. خب یه پروژه بود میذاش البته بگنده میوه داشتم، میوه بگندن قیافشون، ولی محیط اطرافو خراب نمیکرد، یه محیط امنی برای اون میوه درست میکردم که بگنده. و یه مدت آخه تو خیلی عجیبی، آخه یه مدت هم جونور داشتی کالکت میکردی، ولی برای دانشگاهت بود. ملخ میگرفتم برات کلکسیونم بهش تو نشون ندم. چرا به من نشون دادی؟ تموم شده شد؟ بله قربان. نه به من نشون دادی؟ آره آره یه کلکسیون حشرات دارم، یعنی حشرات خیلی خاصی هن که تو بی سی باید واقعا خودتو بکشی. ما یه مدت اصلا هی من برای فرق عکس میفرستم بگذارم این چطور میکرد. آره اون موقع هم دانشگاهی بودیم. آره یادش بخیر. تو چی فرزاد؟ من توی این اسباب کشی اخیر فهمیدم که کلکسیون جریمه دارم. جریمه هایی که شدم تو دوران دانشگاه، جریمه های پارکینگ که نمیدادی. آره که نمیدادم. به خودم اصلا یادم نبود، دیدم مثلا 10-15 تا جریمه دارم و همشو با تاریخ، بعد گفتم 100% اینا رو نگه می‌دارم بازم. قشنگ یه زیپلاک آوردم که همه رو کردی تو. آره همش از بین نره. آفرین. ایمان خیلی هرس می‌خورد اون دوران. حالا از فرزاد زیاد نه، ولی از بقیه بچه‌ها بیشتر ناراحت می‌شد. اصلا منو واقعا اذیت می‌کرد. آقای بهزه که تیکت میگرفت. آقا اصلا بر این باور بودن که تیکت پارکینگ دانشگاه اصلا مهم نیست. آره. یعنی پول دادم و من هر دفعه پول میدم. ببین من اینطوری بگم، من توی استرالیا روزی 45 دلار بود تیکت چیز برای پارکینگ ماشین. خیلی گرون تو دانشگاه، خیلی گرون بود. خب آره اصلا عجیب بود. تحصیل باشه مگر اینکه میخواست، مگر اینکه مثلا پارکینگ سالیانه میگرفتی که اون مثلا 600 خورده ای میدادی، خیلی گرون بود پارکینگ. خب و من اینو پرداخت میکردم و کار میکردم و واقعا پرداخت. هر روز با ماشین میرفتی؟ خیلی نه، خیلی روز، ولی روزایی که با ماشین میرفتم پرداخت میکردم. شما مثلا
من 3 سال اول چون ماشینم سال آخر داشتم یه ترمشو چیز گرفتم دور پس سالیانه نصف سال گرفتم که 600 خورده بود، دومیشو مثلا عجیب میدادم. و بعد که اینو میومدم میگفتن تام گفتن هم میریم پلاکو عوض میکنیم. آقا میشد یه دورانی میشد. خب منم واسه همین دیگه وقتی ماشینو فروختم دیگه فروختم رفت گرفت. ولی من یاد گرفته بودم تو دانشگاه، میرفتیم زیر زمین پارک میکردیم آخر دانشگاه، اینو فهمیدم تکنولوژی اون تیکت دهنده آپگرید شده بود، با یه سری دیوایس جریمه رو مینوشتن و پرینت میومد. بعد تو اون زیر زمین سیگنال نبود اصلا، دیگه نمیومدن چون نمیتونستن دیگه. ما اونجا پارک میکردیم، شلوغ ترین پارکینگ دانشگاه اونجا بود، همه میومدن میرن جا هست تو اون کورنر جا هست. واسه این تو چی؟ واسه این تو چیزی کالکت میکنی؟ نه ما اگه یادت باشه یه بار چند ماه پیش این کاورسیشن داشتیم. آره نه فیزیکی نه. خب یعنی چی؟ یعنی حسین گود دید کالکت میکنه از آدما. آره یه سری کاره عجیب غریب براشون انجام میده که مثلا آدم برای پسرش هم انجام نمیده، تصمیم میگیره یه کار خیلی عجیب انجام، و من همیشه بهش میتوبم. برای یکی میره خواستگاری مثلا. چی؟ برای یکی میره خواستگاری مثلا. نه کمکش میکنه تو اون لبله به اون چیزه، ولی مثلا کارهای خوب برای آدم انجام میده که دیزرف نمیکنه. او عالی. آره آره اصلا کلن زاویه دیدمون با ما خیلی فرق داره سر این موضوع. آره آره من کار خودتو بکن، من اینجوری هم که آقا تو بر خانواده خودتون تصمیم دارید، بنیان خانواده ما رو هم وارد مسائل خانواده این نشد. اپیزود که دوازده بد میگم چیکار میکنه خب ببینم تو بشتی بگی. حالا حرف راجع به خانواده شد، من دیدم که خیلی حرف درستی میذاره فرزاد. چقدر همه حرف فرزاد رو بگم. ببین خانواده من بد جوری دنبالت هم. من عذرخواهی میکنم، اون شب میخواستم واقعا عذرخواهی کنم از مادرم ولی ندیدمش. خواهر ایمان دوباره شماره بابا داره شماره فرزاد، فکر کنم یهو با هم صحبت کردین سر یا سر مستاجر و اینا، اون کمک میخواست به زنگ بزنه. آره برای پس شماره منو دارن. آره داره. هنوز اینیشیت نکرده، نمیدونست که داره. یعنی بهش گفتم برای سر فلان موضوع بهت داره، خودم دارم. آره خلاصه اینجوری بودش که من داشتم اذیت میکردم تو جمع خانواده و اینا، در حدی که مثلا جیدن؟ آره من بودم؟ نه تو بودی، ولی آره در حدی که مثلا یه انسان دو ساله به من گفتش که از سنت خجالت بکش. و توی این وسط این نصیحت کردنم مامان ایمان یهو برگشتن بهم گفتن که بذارم برم خودکس، میدونم چه تعریفی از تو بکنم. فهمیدم که من با اون روز speaking of خودکس، من میخواستم از بابک و بهار، بابک و بهار تشکر بکنم. من بابک و بهار احساس میکنم دنبالم هم، یعنی واقعا هر جایی که میرم هستن و این یه ذره نگران کننده است. ما اون روز داشتیم رفته بودیم صبونه تشریف، یعنی از دور داشتیم نمون خانومی که الان مکزیک هم بابک و بهار. بابک و بهار اوکی. اون روز دیدیمشون. آره بعد توی ایونت سپهر دیدیمشون، یعنی نمیدونم تو هم دیدیشون یا نه. من باشون دور سلام علیک کردم، گفتن ای شما اینجایی، بعد من رفتم مکس امینی و باز دیدمشون بودن. و خیلی عجیب بود توی اون جمعیت 2000 نفر باز ببینیشون. بابک جان یه ذره نگرانم. آره ذره نگرانم که دنبالم داری میای بیبی بابک. خیلی هم جالبه که هر سری از دور بای بای میکنن، یعنی اگه دیدی یکی از دور داره آره بای بای بابک داره بای بای میکنه. ولی من این رو بگم، هر دفعه که ما این صحبت رو من توی اپیزود قبلی هم که پخشن شده کردم، هر دفعه که ما آدم ها رو از در واقع کسایی که حالا چه کومان چه خودکست چه ولاگ های خودم یا مثلا دوزه مختلف ها نگاه میکنن، با ما که بیرون صحبت میکنن اینطوریه که قشنگ انگار ما رو میشناسن، یعنی قشنگ بک‌گراند زندگی من رو میدونه، میدونه چه اتفاقایی افتاده، من کجا درس خوندم، این یه اطلاعاتی در مورد زندگی ما دارن. ولی همیشه ما که به اونو میرسی برای من اینطوریه که واقعا نمیدونم مثلا ازش بپرسم اون که تمام زندگی من، حالا من ازش بپرسم اسمت چیه خیلی زایسته. میدونی آره این همیشه اتفاق میفته. ولی دمتون گرم تمام کسایی که من اینا هم بگم اضافه کنم، بگید چندین نفریو که بیرون دیدم اینطوری بودن که مثلا چند بار شنیدم که فلان جا دیدیمت ولی انقدر اخمات تو هم بوده ترسیدیم بیایم سلام کنیم. ببین من توی طول روز تا
تمام مدت دارم با خودم میجنگم. خب یعنی تو ذهن خودم قوقاییه، اگر که شما بیام من سلام کنی یه 10 دقیقه اون قوقا تایم اوت میگیره. لطفا بیا سلام کنی. من اگر که میبینید دلیل بر این نیست که بد اخلاقم یا مثلا نمیخوام با کسی صحبت کنم، توی ذهن خودم با خودم درگیرم دیگه. موقعی که تنهام شرمنده حس میکنن یه گاردی داری. آره که منطقی هم هست، وقتی یکی میبینه اخ خوشو کرده تو هم واقعا دارم با خودم میجنگم دیگه، میدونی مجالی به خود نمیدونی. آره ولی من معذرت میخوام اگر که منو میبینید بیرون و بد اخلاقم، دست خودم نیست. اگر که بیاین من ازتون تشکر میکنم. جالبه اینو گفتی چون امروز داشتیم با مهتاب در مورد یکی از همسایه‌مون صحبت میکردیم که این پا نمیده که مثلا یکی با هم مثلا یه سلام میدونه تو اصلا چی میخواه مثلا یه سلام علیکی بکنیم، یه مثلا آره قشنگ واقعا چیز نمیکنه. بعد هی داشتیم سناریوهای مختلف که ما چی کار کردیم که آخه ایشون داره با ما این رفتار رو میکنه، و آخرش گفتیم که خب شاید 90% این حرفایی که زدیم و این هموطن هستن؟ نه این پیش داوری که کردیم غلط باشه، شاید اون تو ذهنش مثلا یه چیز دیگه، یه اتفاق دیگه داره میفته تو زندگیش همین الان و داره این ریاکشن رو مثلا چی میتونم مثلا چی کار نمی کنه؟ مثلا نمیخواد خیلی دوستی کنه، مثلا یه سلام بکنی در این حال، در این کار دوستی نمیخوایم باش بشه. آره اوکی، فکر مثلا همسایه میخوایم برین و بیان. نه با همسایه نه نه بر مینیمم همسایگی. آها اوکی، یه ذره عجیبه میفهمم، ولی الان که اینو میگی بیشتر به اون فکر میکنم که شاید یه مسئله باشه که نه من از بیرون ناراحت به نظر میام ولی از درون آدم خوشحال. نه نه نمیگم مثلا تو ناراحتی یا اون ناراحته، شاید چه میدونم آهنگ داره گوش میده. فرهنگی هم احساس میکنم، یعنی تو این شهری که من زندگی میکنم یکی بهت سلام کنه واقعا عجیبه. یعنی مثلا من تو آسانسور یکی بهم سلام میکنه. تو کدوم شهر؟ توی همین شهری که تو ونکوور داری میگی؟ برنابی. چرا عجیبه؟ فکر کنم حرفم خیلی ریسیستی باشه. چون مثلا اصولا همه سرشون تو خودشونه. نه 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 آسیایی ها اصلا اعتقادی به سلام کردن و این چیزا ندارن. چرا بابا؟ اصلا من با همه آسیایی ها میگی فرهنگیه، شاید یه سری نژادا تو فرهنگشون نیست. نه آها شاید منم به همه سلام. اتفاقا دیروز پریزی خانم ایجن اومد تو با یه سگ، انقدر با سگ بازی کردم تو همون یه تیکه آسان خسته شد سگی دیگه نمیخواست بره واک، همون جا کاروش در آورد. آره آره بله دیگه چه خبر؟ تو سریال جدید چیزی ندیدی؟ اصلا چی کار میکنی برای فان این روزا؟ داشتم به حسین از حسین یه سوالی پرسیدم که اون انجام نمیده. وارزون شروع کردم بازی کردم. آها دوباره وارزون بازی میکنی. شبا البته اینقدر تحرک نداشتم اینا، یه سری وارنینگ های بدنم بهم داد، دیدم جدیه. شروع کردی وارزون بازی کردن؟ نه که تو زمین بدوه. شبا میام خونه تحت هر شرایطی نیم ساعت میرم میدوم از هر سمتی. حالا نه بابا. آره. خب به اون بگو من باید بیاین 30 دقیقه ها. تو بگو 10 دقیقه، من دوست دارم تو کمپانی تو باشم. بیام بریم 30 دقیقه میرم میدونم گوشیم هم بعد جوکو خب گوشیم هم جواب نمیدم اصلا. چرا؟ آها دیگه جواب بدم دیگه کار میکنم دیگه. نه نه بزا خونه دیگه، اصلا اگه داری میری بودوی که دیگه نمیتونی ازیاد میشی منتالی ارجنس باشه دیگه زنگ رو بزن. بعد بر میگردم خونه یه ربع نیم ساعت حالا کار باشه نباشه وارزون رو، بعد دوباره مشغول کار. وارزون رو اعصابتو خرد نمیکنه؟ از اینکه نوبم که چرا؟ ولی خب خیلی کلاً اذیت. ببین من واقعا من ریسرجنس بازی میکنم، اصلا مهم نیست بازی میکنی، من هر دفعه بازی میکنم عصبی میشم. ببین من انقدر زرم رو میزم من نمیتونم، من چون جای دستم درد میکنه، من چون خواب به هوا شب دیگه 11 12 است خانواده خواب اینجوری با عصبانیت هتفون آروم برمیدارم میذارم پایش خاموش میکنم. آره موقعی که باید ریزنبل عصبانی باشی خیلی سخته. میاد. آره واقعا سخت میشه. سخت میشه. سخت میشه. مثلا گیر دوتا کیلو میگیرم دیگه. گیر میکنم اون احساسات. بغض میکنم دیگه اینجا آره میگیرم. تو ماشین من میرم داد میزنم هر از گاهی. تو موقع رانندگی. اون موقع بعد ایمانو ببینید. دیگه عصبانیت هم تو ماشین آهنگ بلند میزنم تو هایوی جیغ میزنم. دیدنی.
ولی سریالم گفتم اپیزود پیش افیه تهران رو دیدم. افیه تهران رو دیدی که راجع به این صحبت کردیم که تو مثل اینکه من نه من صحبت کردم که من گفتم که نمیدونم چرا هم ازشتن تعریف میکنن، یه سری جاش کپی بوده دیگه از آخه از سریالی که خودتون خیلی دوست دارید. این اذیت هم میکنه. نه من ضد اون نیستم که یعنی سوپرانو. یه چیز دیگه این سریال این بود که خیلی آهنگ توش پخش میشد، آهنگای خارجی. آره من آهنگاش بلند میکردم. اما مثلا امیدوارم که لایسنس داشته باشن واسه اون آهنگ. Are you stupid? تو آخرین چیزی که تو ایران لایسنس گرفتن و موقع من نمیدونم پیمان مهادی خودش در صحنه بین‌المللی بازینا کرده. آره متولد آمریکا. نه آخه اونقدر آهنگ اونقدر آهنگ بذاری چقدر هزینه باید بکنه برای لایسنس اونا فقط. پس یه ذره منطقی نیست لایسنس. نه آره منطقی نیست. نه واقعا منطقی نیست. پس نباید گرفت. ببین حالا نمیخوام جاجش کنم ولی بعید بدونم که لایسنسشو داشته باشم. یعنی این یه پروسه خیلی گرونیه که اگه نیست به ما هم یاد بده. اگه واقعا میشه از آهنگای بقیه. من حالا میگی چیه، من از این قبطه میخورم که از آهنگای ایرانی نمیتونن استفاده کنن. مثلا سریال پوست شیر بود اون آخرش بود که پوست ابی رو گذاشتی اصلا. ببین ابی رو نمیذاشت. چرا؟ آخرش گذاشت با صدای ابی نمیذاشت. پس یکی دیگه خونده بود چیز بوده کاور بوده شاید یکی یعنی آهنگ ابی بود ولی صدای ابی نبود. آره اگه نگاه کنی خب اون قبحش بیشتره. چی؟ آهنگای لس آنجلسی حرامتره. شیر رو میخونه دیگه، دیگه ولم کن دیگه. نه ولی من همیشه به این قبطه میخوام، یعنی من یکی از قبطه های زندگیم اینه که ولاگایی که درست میکنم نمیتونم آهنگای ایرانی روش بذارم. آهنگ خارجی میتونی روش بذاری؟ آهنگای خارجی بعضیاشون میشه لایسنس کرد. به اصلا لایسنس کردن توی احساس میکنم توی مارکت موسیقی ایرانی که تقریبا نان اگزیستنته. من با خیلی ها صحبت کردم، حالا با اسم شاهین هم اومد، من معذرت، من یه معذرت خواهی به شاهین دارم ولی از همین راه دور انجام میدم. از با شاهینم صحبت میکردم مثلا میگفتم من لایسنس مثلا چه میدونم فلان آهنگا رو چه جوری میتونم بگیرم، میگفتش که بذار ما مثلا کپی رایت نمیزنیم. آقا نه میخوام پول، میخوام هزینه کنم. آره نه اون که دستیه تقریبا، مگر اینکه یه لیبل باشه دیگه که اصلا دیگه فروختی به لیبل و دیگه اون میاد خودش شلوارتو در میاره اگه استفاده بکنه. آره ولی من همیشه دوست داشتم مثلا از آهنگای ایرانی استفاده کنم که تقریبا یعنی مکانیزمش نیست که تو بتونی بگیری. اوکی آره. مکانیزمش نیست و اینکه اصلا دوست ندارن توی یوتیوب احساس میکنن مثلا از آهنگا استفاده بشه، احساس میکنن دیگرید میشه. آقای شمایی زاده رو دیدی توییتاشونو؟ نه آره چی؟ در توییتر هست ایشون و توییتر خوبم میزنه. جدی؟ آره چی میگن؟ مثلا اگه توی صدا سیما بعضی موقع آهنگاشو میذارن. آره زیاد. بعد ریاکت میکنه، ریاکت های به جا به نظرم خیلی خوب. و بعد مثلا یه جا یه آهنگ خودش خواسته پخش کنه که خیلی وقت پیش، آهنگ قدیمی، بعد مثل اینکه یه لیبل یه کمپانی اینو ثبت کرده بوده به اسم خودش و خودشون نمیتونسته آهنگشو آپلود کنه روی حالا به خدا یه پلتفرمی. باحاله توییتاشو بخونی. بابا خدا کلار روز داشتم با سپر صحبت میکردم، خیلی حق داره به گردن موسیقی. آره. یعنی تمام این موسیقی هیت لس آنجلس که میشنوی من خدا یه پایش بوده واقعا. برای خودش کلی کار به جز آهنگای خودش. آهنگای خودش حالا اصلا من کاری باش ندارم، آهنگای خودش هم خاطر است. یعنی خیلی آهنگ داره شمایی زاده به نام قوقولیقو. بله بله من اونو آقای ایمان برام گذاشتن. دیدی 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 من نشینه. نه تایمره. آه تایمره؟ آلارم هم خورد. آلارمش خورد. رفتیم برای 30 دقیقه دیگه. سریال بگم اگه تو. سریال بگو، بگو برامون. کارون این سریال رو گفته بود قبل اینکه بره. الان میگه دارک. نه نه. The Bear توی اسمش معلومه دارکیه. توی آشپزخونه. آره. ندیدم. خیلی باحاله. خیلی باحال. الان سیزن 3ش اومده. دو تا سیزنشو من سری دیدم وقتی که کارون در موردش حرف زد. خیلی خوبه دیگه. در مورد چیه؟ در مورد یه پسریه که آشپز سطح بالا
و جای مختلفی رفته آشپزی رو یاد گرفته، تو رستوران خیلی خفن کار میکنه، بعد تصمیمی که برگرده به شهر خودش که شیکاگوه و اونجا چیز کنه، یه رستوران بزنه نه رستوران خانوادگیشون که رستوران مثلا ساندویچ بزنه اینا رو فنسی کنه و اینا. ولی یه سری اپیزود داره که اصلا ربطی به رستوران اینا نداره، اون دراما اتفاقایی که میفته و اینا. مثلا اپیزود قبلی که دیدن در مورد حالا یکی از کاراکترها بود که حالت مهاجر داره، خانوم سنش مثلا 40 خورده ای ساله، و این مشکل این که اون یه شخصی که تو اون سن و سال مهاجرت کرده دنبال کاره رو کل اپیزود داشت به اون میپرداخت. خیلی قوی بود، مثلا جالبه، واقعا باید دید. اینم مینیه که میگی؟ مینی؟ آره اپیزود. اونقدر بلند نیست داده اپیزوده. تو چی رو میبینی؟ فقط یوتیوب الان میبینی؟ آره بیشتر یوتیوب میبینم. آره تو پریمیوم گرفتی برای یوتیوبه؟ از پریمیوم تو استفاده یعنی، ولی بدون تبلیغ میبینی دیگه. اوکی خب زندگی عوض شده. شما یه طوری بود که نمیتونستیم پریمیوم بگیریم با شما؟ نه ما پوری. بله من کل خانواده رو پریمیوم دار کردم. میشه شرکت؟ بله. 6 نفر میدید. به غیر از خودت 5 نفر. 18.99 به 6 نفر به خیانت گردی به ما ایمان جان. رفتید سمت خانواده رو گرفتید. خانواده اومدن سمت ایمان. آره ببین نه واقعا من بهت بگم چیه، تو موقعی که یوتیوب پریمیوم بگیری زندگی دوست، یعنی امکان نداره برگردی. میشه یعنی گوشیت هم لاک کنی باش؟ آره. یعنی تو میتونی ببین، من بهت قول میدم که مثلا از سابسکرپشن، از تمام سابسکرپشن های دیگه ای که داری میگیری مهمتره. آره؟ یوتیوب پریمیوم. آره؟ به خاطر زمانی که حالا من و خانواده ما روی پلتفرم هست، پلتفرم میگذرن. مثلا مامان من چی میدونم داره یکی از این خواننده ها رو بگید مثلا محسن یگانه گوش میده، یهو میره واسش دست کاغذ، آقا ول کن دیگه تو رو قرآن دیگه. براشون یوتیوب پریمیوم گرفتم که خودم اذیت نشم. و کسایی که پریمیوم میگیرن به اون کریئتور چه تأثیری میذاره؟ روی اون پولی که اون طرف در میاد چه تأثیری میذاره؟ یه کاتگوری داره انگار. من به نظرم سلامت روان خودتون از همه چی مهمتره تا پولی که اون کریئتور در میاره. یوتیوب پریمیوم به نظرم خیلی مهمه. تازه بیت ریتش هم میره بالا، یعنی میتونی با کیفیت تر ببینی اگه پریمیوم داشته باشی. آره چون من همیشه دنبال کیفیت بودم. آره شما که همیشه دنبال کیفیت بودین. میتونیم با کار رو بگیریم. چون من واقعا فکر کردم یه جایی باشه، دیدم منو فرضا یه بستری. آره چون کارون فکر کنم پتانسیل نمیخواد بیا این بر. آره من این چیز کنم. آره من این بر مجانیه، حالا اون بر مگه اینکه پول بگیرم بیام. آره یعنی تو اکانت توئه؟ بله دیگه. اوکی. آره من خانواده رو با چت جی پی تی و یوتیوب پریمیوم رسالتم اینه. آره آقا واقعا میشه در چت جی پی تی صحبت کنیم که بکنی؟ خیلی خیلی خوبه. من نمیدونم چرا آدم ازش استفاده نمی کنن. برای نوشتناتون، برای استوری میخوای بذاری، یه انگلیسی میخوای بنویسی، تو رو قرآن از اون بیناموس بپرس. مثلا چه میدونم میخوای یه نامه به یه تگ ایمیل بزنی، یه بپرس این چیه، بگو اینو درست کن. و این خوبیه چت جی پی تی چیه، مثلا سیری اینطوری نیست. تو اگه مثلا دو تا چیز مجزا ازش بپرسی یه گوس پیش میزنه، ولی تو میتونی با چیز اون روز به سفر زنگ زدن داری چیکار میکنی، میگه دارم به چت جی پی تی میگم مینویسم، دیگه دارم باهاش صحبت میکنم، چون آپشن داره بتونی حرف بزنی. یعنی فارسی میگم اون انگلیسی داره مینویسه. فارسی میشه باش حرف زد؟ ببین اصلا کارهای عجیبی میشه باش کرد. سپر سرور رو میاره. برای همین من ازتون خواهش میکنم که استفاده کنید، چیز ترسناکی نیست، خیلی ساده میتونید باش صحبت، یعنی واقعا زبان محاوره ای و کامل متوجه کن تا وقتی میشه. که ترسناک بشه اولشه دارن دو دیگه ترسناک تر از این میخواد بشه دیگه. ولی من میگم ترسناک که هست حداقل ازش استفاده کنید دیگه. دیگه میخواین چیکار کنید؟ بلک میرر میشه. آره گوگل چیز کرد دیگه، اعلام کرد 50% کسایی که ایمپلویش هستن میخواد چیز کنه تا 2030. چی بای بای دیگه. آره 50%. بچا یه دقیقه، من آلارم استودیو داره میزنه یه لحظه. هالو این مهمه چون صحبت آی ادامه بدیم. خیلی درصد زیادیه. آره این ایمان که میبینی. ولی توی آیفون هم تو آیفون هم قراره که چیز کنن، اینتگریتش کنن. نمیدونم تو اپیزود قبل آره iOS 18 قراره بیاد خیلی هم، ولی مثل این که
آقای ماسک گفتن ولی من راه نمیدم توی من خیلی اهل چیز نیستم حتی iOS هم آپدیت نمیکنم. الان رو چندی؟ نمیدونم. خب آخه واسه سکیوریتی اینا باید بکنی. مهم نیست. مثلا چند وقت پیش یه دونه بکدور پیدا کرده بودن توی iOS که حالا معلوم نیست برای معلوم نشد که چی بوده یا لااقل من نفهمیدم ولی اونو با حتما آپدیت میکردی. اوه آره خیره میگه که زنگ زدی به خاطر پاور فیلیر نمیدونم چی شده امروز اونجا رفته پایین کارهای برق میکردن ممکنه اون اتفاق افتاده باشه ولی خب بعد از اینجا میبینیم یه سر بهش میزنیم ببینیم چه خبر. بچیو از دست دادم چیز خاصی رو از دست چیز خاصی از دست ندادم اون نگه داشتیم فورتو که برگردید باریکلا. داشتم قبل از اینکه اپیزود شروع بکنیم در مورد آقای پوربخش و آقای علی کریمی صحبت کردیم. دیدی چیزیشو یا فقط توی اینستاگرام دیدی؟ اینستاگرام دیدم. من دیدم من توقع داشتم که خیلی بهتر برگزار نمیدونم مثلا کلا انتظار دارم منی که ندیدم یه پادکست توی یوتیوب چنل علی کریمی یه گفتگو دارن در مورد حالا فساد فوتبال و فلان چیزی که من دیدم لایو اینستاگرام بود یعنی همون نه که نه یوتیوب نه اون پروموشن بود برای یوتیوب چنل احساس میکنم حالا اگه من اشتباه میکنم ببخشید از قصد نیست قصد تخریب آقای علی کریمی رو ندارم یعنی نمیدونم ولی من از کسایی که یه دسترسی به امکانات دارن انتظارم بالاست نمیدونم چرا یعنی احساس میکنم کسایی که دیگه باید بهتر میدونی کسی که توی رسانه بوده دیده مهمه که یه میکروفون داشته باش مهمه که صدای تو نپیچه من این مشکل با عادل فرسپور دارم آره تو اینو میگفتی من که خیلی دم و دستگاه دارن همون دیگه ولی بازم خوب در نمیاد آفتاب لگن آره خود آدم برند تو ایران یعنی اصلا به هر کی که رو بندازه سری چیز میکنه دیگه ببین اینا لازم مالی و اینا میگه مشکل تو لیمیتیشن لایو یوتیوب هم باید در نظر بگیری اینم بهت میگم لایو گذاشتن رو یوتیوب خیلی سخته مگه فرزپور لایو میذاره آره اوه چون برنامه‌شون لایو شو دیدن برنامه‌شون لایو پریمیر میشه و بعد از اون برام چیزای مختلفی داره آره برای این آره آره پادکست یعنی فوتبال 360 فکر کنم اسم کانال ولی من خیلی راضی ام از کاری که دارن یعنی با امکاناتی که احساس میکنم دارن و با امکاناتی که شروع کردم این تو اون پادکستی که بود واقعا تصویرش زشت بود برای سیزن یکش آره. که صبح هم چیز سفیده اصلا خیلی عجیب بعد رنگ شو بعد آره داره دوربینای مختلف این ادامه همون برنامه است که مثلا توش همایون شجریان هم آورده بود یا نه یه چیز دیگه اون یه همون چنل ولی چیزای ما پلی لیست مختلف ببین یه اورگانایزیشن رو درست کردن به نام فوتبال 360 که بعضی جا مصاحبه میکنه بعضی جا پادکست فوتبالیه حالا خود عادل فرسپور تو بعضی از این برنامه‌ها نیست ولی چیزهای مختلفی آپلود میشه روش که اوکی. برنامه خود عادل فرسپور برای 2000 یورو 2024 هم چیزه اون رو این گزارشگری میکنه؟ نه فقط بعد بازی کنن و حرف میزنن نمیتونه الان مستقل گزارشگری بکنه؟ رو چی؟ میتونه بازی ها رو یه بازی ها نکرد؟ خب بعد لایسنسش رو بخرن دیگه که بتونه پخش بشه جایی خب روی کانال خودش بگه شما صدا رو ببرید از صدا تصویر از صدا رو از برندن شا... از اون تصویر برندن شابی همچین کار میکنه برای یو اف سی آره نه کار میکنه اونا خودشون صدا پخش نمیشه اونا خودشون میبینن کامنتیت میکنن میگن یک دو سه مثلا فایت فلانی شروع شد تو فایتو میذاری از این ور برای خودت از اون ورم به حرف اونا گوش میدی خب اینم میتونه باشه دیگه آره میتونی این کارو بکنی آره میتونم چون ولی نمیخوام ولی لگ میکنه نمیخوام بابا کار سختیه ولی باحال میشه ببین این ما همچین چیزی که لایو یا آدمی که سرش به تنش میارزه بخون صحبت کنه روی دیبینی روی فوتبال واقعا تنی کسی که داریم و عاده فرسپور چون مثلا من که فوتبالی نیستم یعنی همه جور میدونم ولی مثلا گزارشگر عاده فرسپور رو که میشنیدم خیلی حال میداد آره بابا یعنی هیجانی که داره و آدم با سواد آدم فهمیده تا مثلا بقیه آره بابا اصلا یه دنیای دیگه است آدل فردوسی خب اسم آقای کریمی آقای فردوسی ما دعوتش رو میگنیم جا هست برایشون اگه که دوستش هم میتونن تشریف بیارن ما پول بلیتشون هم میدیم بخوان تا اینجا ولی منم کانال علی کریمی رو دیدم ریاکشنم این دیگه فردوسی پور میاد دیگه یه ذره شوک کنه اسپانسر میشه اینو گفتی آره آقا بیاد
بریم بریم. من از آقای فریدپور خواهش میکنم که بیان پول هست، یعنی از بچه ها میخوام که برم با آقای فریدپور بگم و ازشون خواهش میکنم خیلی دوستان باید صحبت کنم. آره نه مصاحبه کنم، نه اصلا سعی که باشم باهاش مصاحبه کنم، فقط دوستان باید صحبت کنم و احساس میکنم خیلی سخته باهاش صحبت کردم. جدی فکر میکنم از اون آدم هاست که مثلا هفت موو بدترت هم بلده، نمیتونی ما صاف و پاکی میمونجا، نه اصلا نمیتونی کانورسیشن رو تو لید نمیکنی و من موقع اذیت میشم. ما حسین رو اول میفرستیم جلو. آره دو تا خاطره از آخه اونم خودش اینطوریه. آره اون آجی تو فوتبال منو میخوره کلش میکنه. آره نه آقاش آره یه سر سخته با آدر فرس بودم. اتفاقا من دیروز داشتم فکر میکردم دوست دارم با کی صحبت کنم. با کی دوست داری صحبت کنی؟ خیلی عجیب شاید باشه ولی با پاشا مجلسی، یعنی اگه که گزینه داشته باشم دوستان با اون بشینم. یه ویدیو ازش دیدم تازگی خیلی جو. جالب بود، یه برنامه آقای محمد خردادیان، درست میگم پاشا؟ بله یوتیوبر دیگه. بله بله ایشون داشت کامنتری میکرد با هم من. دیدیم آره با هم دیدیم. وای وای اون برنامه که افتضاح بود، ولی ویدیویی که پاشا ساخته بود خیلی خوب بود. دیگه با کی دوست داری صحبت کنی؟ در مورد چی دوست داری با پاشا صحبت کنی؟ آره نمیدونم حس اسم پاشا اومد دوست داریم که توی برنامه هم باشی. آره میاد دیگه پول بلیت پاشا هم ما بدیم داشت این همه مهمون داریم دعوت میکنیم. آقا اونم دیگه رو همش هر کسی داریم توی اپیزود ست مهمون دعوت اسپانسر داریم. نه توی کشف نه توی اپیزود آها توی این اپیزود داریم سه نفر رو دعوت میکنیم که همه با هم نمیان که آقا تعارفه دیگه میگیره بگو من و پاشا و حسین و عادل فرزادی رو نشسته باشیم. علی کریمی هم هستم بعد پاشا میگه منو چرا گفتی؟ ما هم نه باشیم، ما عادل فرزادی رو علی کریمی رو بذاریم خودم بریم بیرون. آره این هم خوب میشه. آره جالب میشه اون برنامه جنجالی میشه. آره اون برنامه جنجالی میشه با حاله. در مورد چی میخوای باهاش صحبت کنی؟ نمیدونم حس میکنم که حرف واسه گفتم باهاش دارم، یعنی کلا با کرکترش حال میکنم. آخه خب تو خیلی دیدی، یعنی تو اصلا تو منو معرفی کردی به پاشا. میدونی این داستان نه بگید ببینم. اوایلی که من اومده بودم کانادا، من فکر کنم مثلا 5 ماه اول جمعا 5 شب خونه مامان بابام بودم و همش خونه ایمان بودم. آره یعنی اصلا نمیرفت. یه بازه میخواست برم ولی من نمیرفتم. من هیچ بازه نخواستم تو بری. حالا دلت اینو میخواست. آره مثلا وقتی که مثلا من 2 ظهر از خواب بیدار میشدم، من که بالا سر جارو، من همه کار من دیگه آخری ها همه کار خودم میکردم دیگه، خوابیده بود دورش جارو میزدم. این کدوم سفر اولی نه همه این دفعه که اومد به باران یه سری شباش اوورلپ میشد، من هم اونجا میموندم. آره همه دوره هم بوده. آره حسین توشک داشت اون پایین. آره حسین توشک خودشو داشت. اوایل مثلا میرفت واسم صبحونه این چیزا میگرفت، بعد دید نه این به صبحونه نیست، این نهار یه راست میره نهار. آره آخریه دیگه عصرونه با عصرونه میومدم. ولی آخه تو برات فرق نمیکنه، تو هر موقع بیدارشی برات صبحه. تو 8 شب هم بیدارشی برات صبحه، یعنی میره کافی میخوره، میگم واقعا دیوانه. خیلی جالبه. حسین بعد استادی کرد بگو. بعد یه شب برگشت بهم گفتش که تو مثلا یوتیوب چی رو نگاه میکنه اینا. گفتم که مثلا من یه پسر هست خیلی باش حال میکنم، پاشاست و اون نگاه میکنم. و ایمان نمیشناخه، یعنی اصلا ایمان اون موقع اونقدر اصلا یوتیوب فارسی نگاه نمیکرد. بعد گفتش که اوکی مثلا بیا نگاه کنیم و این چیزا. ما مثلا رندوم 7-8 تا ویدیو پاشا رو مثلا نگاه کردیم از چیزای مختلف، از رد لاین برام، یعنی من آره. حتی اونم نمیدونستم از اول. آره از اول واسه شما نم که اصلا این رد لاین شد. آره یه برنامه‌ای که آره مال پاشا لایو می‌داشتن اینا آرتیستار میبرن سوال جنجالی میپرسیدن. من فقط سپخسته شو مثلا تو اینستاگرام دیده بودم ولی بازم به اسم نمیشاختم هیچ کسو. بعد خلاصه که ایمانم باش حال کرد، یعنی مثلا ایمانم اون موقع خیلی مثلا چیز بود، مثلا حتی ویدیو یوتیوب خارج هم نگاه میکردیم بیشتر اینجور بودش که اوکی مثلا این اشکال ها داری این اشکال ها داری، ولی مثلا با کلیت پیج باش حال کرد و این چیزا. بعد خلاصه من خوابیده بودم و مثلا 12 ظهر بود یهو دیدم ایمان داره میگه حسین، من اینجور هم که چی شده از تو اتاق، من اینجور بودش که حدس بزن کی به مسیج داده. بعد همون موقع مثلا پاشا بهش مسیج داده. آره یعنی مثلا within 24 hours پاشا آره. خیلی دیگه عجیبه دیگه که من تو رو اصلا همین امشب شناختم فرداش هم به مسیج انرژی ها اینطوری. یعنی اگه 24 ساعت قبلش داده بود ایمان ایگنور میکرد دیگه، نمیدونستم اصلا نمیشناختم. آره ولی برام جذاب بود و برایشان که با هم صحبت کردیم. آره کلی کار رو هم کردیم. آره و خیلی اتفاقا اینجوری زیاد افتاده واسه من و ایمان، مثلا یهو میام بهش میگم که مثلا نمیدونم مثلا حس میکنی فلانی به شناستت و مثلا پس فردش یه اسکرین شات اصلا میفرسته که اصلا فلانی اصلا فالوش کرده.
یا مثلا بهش مسیج شده این چیزی شیمانو. خلاصه اگه میخواین کسی بیاد سمتتون پول میگیرم اسمشو میارم. آوردی وای آدر فرزی با علی کریم بلند خیلی گرون میشه. آره اوکی. تو چه خواهد تو چی کارو میکنی این روزا؟ تو برای کسی که نمیدونن حسین دندون پزشک در اروپا دندون پزشکی خونده و برای این که بتونه من توی یه ولاگم درست کردم گفتم برای این که بتونی توی کانادا در واقع طبابت بکنی باید تطبیق بدی و یه سری امتحانایی رو باید بدی که میخوای خود بیشتر دارمش توزی بدی چون من دارم دیگه دارم فلت میشم. آره یه سری امتحانی رو باید بدی که امتحان راحتی هم نیستن. آره امتحان راحتی نیستن که خیلی سختن. چند تا در کل؟ آره میگه. آره این که میگه خیلی سخته من اولش مثلا شنیده بودم، مثلا از وقتی که میری تو مثلا واسه دندونپزشکی معروفه که امتحانه کانادا امتحانه راحتی نیستن و خیلی سخته. من اینجوری بودم که اوکی هر کی که میره فیل میشه میگه که اوکی سخته مثلا من نمیتونم پس سخته و این چیزا. اومدم اینجا با این دید که آقا اینا آسونن ملت میگن سخته. بعدم نه واقعا سختن، یعنی واقعا اذیت میکنن. اصلا یه سری سوالاشو واسه ما میگفتی آره تو که نباید بلد باشی خب اون سوالا. نه اصلا سوالا رو بهش میگفتم و توضیح میدادم که مثلا این مسیر و این مسیر و این مسیر هست و بازم آدم نمیتونست تصمیم بگیره که چه جوریه. آره و آره اسمش اینه که سه تا امتحانن ولی امتحان سوم خودش دو تا امتحانه که هر کدومو جدا جدا و پاس شی و یه امتحانم بعدش هست که اونو حساب نمی‌کنم ولی چون همه باید بدن. آره اون تو حتی اونایی که اینجا هم گریجوییت میشن باید بده. در واقع آره 5 تا میشه و گرون. بعد نه بدترین چیزش اینه که بازه‌های طولانیه، مثلا امتحان اول و دوم فقط دو بار در سال برگزار میشن. بله مثلا من اول و دوم پاس کردم واسه امتحان سوم بهم ایمیل دادن که کل 2024 پره و تو نمیتونی 2024 امتحان بدی و 2025 بعد امتحان بدی. کل کانادا یعنی تو هیچ جایی امتحان سوم فقط تو اتاوا برگزار میشه. قبلی هم رفته اتاوا نه؟ اون دیگه شانسی بود اون بخاطر اینکه امتحان سوم دور بعد بریم اتاوا و بریم بری. آره بگو تایمش که ما هم بیایم اتاوا رو. نه من هنوز تایمش خودم واقعا اتاوا هیچی نداشت. نه اونجا با هم بریم همه جلسات سیاسی بذاری فقط لابی کنی سرار رو ببینی چیکار کنی. وای واقعا میتونیم بریم این کارو بکنیم. میتونیم بریم دو تا وام بگیریم یه خلاص بکنیم خدا وکیل اونجا فاند بگیریم. آره بریم فاند و حاصلات حاصلاتش با سپه. الان دو تاشو پاس کردی تو. آره الان منتظرم که ایمیل بگیرم که امتحان سومو کی میتونم بدم. یعنی تو حالت ویت لیستی میری که یه حال یه حالی که بگو بگو. ولی فکر میگم مثلا من از اکتبر شروع کنم آماده شدم واسه امتحان سوم چون حداقل 6 ماه میخواد. این همونه که میگفتی اون لحظه باید رفرش کنی پیجو که جا بگیری واسه قبلی واسه دو تای قبلی یه همچین کانسپتیه. آره. دوباره ایمان خیلی خاطر داره. ببین ما اولی و توی 4 ثانیه تو چند ثانیه ببین اولی اینجوری بودش که من به ایمان گفتم که ببین این خیلی مثلا سود مثلا اسپاتاشو میگیرم مثلا میگفتم ساعت 7 فجر شروع شه و مثلا به ایمان میگفتم بابا چیزه و ایمان رو بنده خدا مثلا صبح بیدار کرده بودم مثلا ساعت 7 اینجا یا مثلا 7 مثلا 6 و خورده بیدارش کردم که با صف اومده بود و ایمان ریلکس مثلا رفت آب خورد بعد اومد نشسته بود لم داده بود به اینجوری که ببین این حساس میگه ببین میدونی مثلا من همه مثلا درس دانشگاهمو اینجوری گرفتم اینو اینو این مثلا از این کالکشن ها میگفتش داره ببین اینا مثلا کلا 250 تاش هست من تو مثلا 3 ثانیه میگیرم اصلا خیره داده من روی ببین من روی بذار من این توضیح بدم من روی کروم ستاپ کردم حالا نیاین ما رو هک کنید حالا کردیت کارت و اینا رو آدرس همین ستاپ کردم فقط یه دکمه میخواست یعنی اثر انگوش فقط میخواست. بگو. آره خلاصه که ما رفتیم و هفت شد این وبسایت باز شد و ما رفتیم مثلا زد ونکوور مثلا ایمانم لم داده بود که مثلا ونکوور آروم تایپ میگه. آره نه سری زد ونکوور بعد مثلا دید پر اینجوری بلند شد افتاد که پر بود دیگه. آره ونکوور مثلا واقعا توی 4 ثانیه پر شده بود. به من ایمیل رجیستریشنم 7:19 ثانیه اومد. آره یعنی تو یه جای دیگه ها نه همون یعنی من 19 ثانیه ایمیل برام اومد که تو رجیستر کردی تموم شد ولی ونکوور تو 19 ثانیه سولد اوت شده بود. اونا مثلا باتی چیزی داشتن. آره بعد متوجه شدیم که بات وجود داره و ملت داره و من نمیدونم آقا این بات ها رو از کجا میشه گرفت. خب نباید اون وبسایت بذاره بات بیاد. آره اینش هم حال اسکیجول کنه و حالا مثلا امتحان تو میخوای بات رو انگار امتحان دوم اینجوری بودش که مثلا گفته بودن ساعت 7 باز میشه همچین داستانی و اشتباهی مثلا ساعت 6 خورده باز شده بود و آره مثلا من مثلا 6 و مثلا 35 من بودم دومیو. آره 6 و 35 دقیقه بیدار شدم پر بود یعنی اصلا کامل پر شده بود.
عجب. ولی لابی کردیم براش، لابی کردیم آره. خودشون بهش، خودشون آره گفتن که بیا، خودشون گن زده بودن دیگه اینو. آره و واقعا زیر بار گردنشون رفتن، یعنی خودشون ایمیل دادن که آقا ما این گن زدیم و این اثبات واسه تو، اگه میخوای برو پولشو بده، مثلا سه روز وقت داری پولش. و باور نمیکرد و نمیخواست بره. آقا برو، میگه نه اینو از من میگیرن. گفتم آقا حالا تو این کارو انجام بده. من تا لحظه آخر قبول نمیکردم که مثلا چه اتفاقی افتاده. هر روز میرفتم چک میکردم، من هنوز رجیسترم. چقدر سخته این همه درس بخونی با این لول سخت بخوای امتحانا رو بدی، تازه وسط ابرو هم خم بکنن که آره. و سیستم پزشکیشون هم اینجا مثلا بارها راجبه صحبت کردنی، آره لنگ باشه. الان لحظه دندون پزشک چجوریه کانادا؟ یه چیزی من دیدم، حالا تو اینستاگرام دیدم، حالا نمیدونم چقدر درست بوده اینا، میگفتش که اگه با همین سرعتی که دارن میگیرن بگیرن همچنان تا 2030 هنوز کم دارن. نه بابا خب پس سرعت رو ببرن بالا. آخه نه ببینید داستان پوله دیگه، یعنی واقعا یه پول زیادی دارن میگیرن از این بازی. همین رو می‌خواستم بگم، یه مونوپولیه، یعنی اینا یه مافیاییه که باشه بگیرن، بیشتر راحت‌تر بگیرن. این تم تنگ بازی واسه چیه؟ یعنی پولا رو بگیرن، ولی به این راحتی نمیتونی پول بگیری. وقتی میخوای پول از یکی بگیری باید یه دلیل داشته باشی. پولو کمتر کنن، تعدادو بیشتر کنن. سه جلسات میزوف اسکیل. آره ولی اذیتایی که میکنم، مثلا این میگم که مثلا امتحان اول و دوم هر 6 ماه برگزار میشه و تو اگه یکی رو فیل کنی 6 ماه بعد از دست میدی، به خاطر اینکه رجیستریشنش قبل از اینه که جواب امتحان بیاد. یک سال عملا، و باز اگه جا گیرت بیاد تو یک سال. آره امتحان دومش رو اول شده داشت تعریف کرد، من واقعا تپش قلب گرفته بودم. مثلا ایمان اومده بود دیگه، امتحان اول اومده بود، بعد مثلا بیرون در وایساده بود، میگفتش که وقتی که تموم شد اومدیم بیرون، بعد اینجوری بهش که اون تو باهاتون چیکار کردن؟ گفتم چرا؟ بعد میگفتش که مثلا همه ناراحت، یکی گریه میکنه. آجی هر کی میومد از اون تو گریه میکرد. آره. و حسین هم نمی اومد بیرون. داشته اشکاشو پاک نه ببینید چی شد. امتحان اولی که من مثلا میتونی انتخاب کنی که با کامپیوتر بدی یا مثلا روی کاغذ بدی، بعد من انتخاب کرده بودم که روی کاغذ بدم. خودم امتحان نکردم، یعنی اون موقعی که ما نتونستیم بگیریم دیگه مثلا چیزی که به چشمون اومد رو گرفتم. آره من بعدا متوجه شدم که روی کاغذه، و روی کاغذ اینجوریه که تو نمیتونی که 15 دقیقه آخر بلند شی، یعنی وقتی که تایم میشه 15 دقیقه آخر تو نمیتونی. من یه دستشویی خیلی بد داشتم و مثلا این هی میخواستم تایممو از دست ندم آخه. و یه جایی دیدم که اون 15 دقیقه آخره و منم نمیتونم. خب اصلا نمیدونی چی شد، یعنی مثلا اون 15 دقیقه مثلا 15 ساعت گذشت. خب جره بعد داره بعد که اومدن چیزا من گفتن نه بشینید به ترتیب برمیداریم کاغذا رو. ببین من که داشتم دیوونه میشدم. خب آره بعد ببین من از مسیر صندلیم تا دستشی رو دلا دلا رفتم، یعنی اگه صاف میشدم میریخ. عجله از چون من این مشکل داشتم برای اقلا بخواست امتحان کیپ بود اساس داشت. بعد دیگه وقتی رفتم دستشویی دیدم که نه همه این مشکلی که من داشتم فقط واسه من نبوده، همه داشتم و اونم یه صف بود. آها یعنی هنوز دولا تو صف. آره خب دیگه این استرسه. ما یه دفعه توی مدرسه یه پسر سال اولی بود که من رفتم، نه مثلا سال دومی بود دیگه میدونستم چه خبر و اینا، سر یه پسره بود کانادایی بود فکر میکنم، خیلی از این شهر بود که ببین یه سری بچه ها بودن توی دوران دانشگاه که قیافشون میفهمیدی اینا بچه لاتن. آره مثلا لات در حد کانادا، اصلا در حد ایران که اصلا در حد اصلا یارو لاتیشی بود که سیگار میکشید مثلا و مثلا یه سری لباس های عجیب غریب بشید تو روی معلمان وای میستادن، اینا معمولا ربل معلمان. آره. از معلمه پرسید که میتونم برم دستشویی، معلمه گفت نه، گفتش که داره دستشویی میریزه، گفت تو سطل دستشویی کن و رفت تو سطل دستشویی کن. نه آره. استرالیا وایساد و جیش کرد. استرالیا نه تو همین جا هانسورث خوب لاتن. آها فکر کنم گفت نه آخه ببین معلم هیچی نمیتونه بهش بگه دیگه در حد مثلا کانادا خوب لات بوده. آره لاتیشو پر کرده دیگه. حالا واقعا داریم یک یا دو نه یه شفایی بود. آره همونه ولی آها این صدا افکتی که میاد. آره ببین اصلا من که ذهن همه من که ریده بودم، یعنی باورم نمیشد که داره اتفاق میفته. ولی خب همه بچه‌ها و
این کارا رو که میکردن پاپولر میشدن ها، میدونی که تو دوران دانشگاه تو دوران مدرسه اگه از این کارا میکردی همه بیشتر باحال میکردن. من یکی از بزرگترین حساسام اینه که اینجا مدرسه نرفتم و هر سری بچه مدرسه میبینیم تایم مدرسه است، یه حرف مدرسه میشه این حسرتشو داره. یه زن به کارون بزن پس اونم این حسرت اونم این حساسه به رو خودش نمیاره. ببین میدونی چیه که از همون زیست که بعدش هم بهش میرسیم میگه هیچ گویی هم نبود، مهمم نبود. یعنی اینجا ببین خیلی اگر که از بچگی اینجا بودی خیلی فان داشت. آره اینو ولی اگه به عنوان یک مهاجری که انگلیسی بلد نبود میومدی واقعا بولی میشدی. آره اینو ما کلی دست و پا میزدیم که بتونیم. آره من خیلی حرف دارم در مورد فشارهایی که رو ما بوده. آره 100%. آره خیلی سخت بود. بعد حالا میدونید هر اتفاقی هم که سیاسی تو ایران میافتاد اینور اثر داشت. یعنی فکر نکنید که مثلا اینا خیلی با اخبار آگاه بودن معلمای ما فور سام ریزن، نمیدونم اصلا نیاز نبود انقدر. همون 88 اینا که اتفاق افتاد هی همه میپرسیدن. باید گفتم یه رفعه توی مدرسه معلم یه معلم فیزیک داشتیم، تنها دکتره توی مدرسه، یعنی چیزش دکتر بود، پی اچ دی داشت. آره پی اچ دی داشت و این خیلی آره اسمش هم یادم ولی نمیخوام بگم، این خیلی چیز بود، این خیلی با ایرانی‌ها بد بود و اینا. حالا آره داشتیم داشت فیزیک داشت درس میداد در اون اینکه اگه ایزی اینجا پرتاب کنی کجا میفته زمین. یکی یه سوال پرس بعد ببین مثلا این سال فکر کنم سال سومی بود که من داشتم مدرسه میرفتم 9-10 گرید 11 بودم آره، و دیگه خودم رو کشته بودم و دیگه مثلا با بچه ها دوست شده بودم و مثلا یه ایمان رو میشناختن تو مدرسه. یو برگشت گفت بید از ایمان بپرسید اینا کشورشون خیلی موشک این ورون ور میزنه لانچ میکنه اینا بلدن. آقا من اصلا ببین اصلا باورم نمیشه که داری اتفاق. بهش گفتم وایت چاکلت و از کلاس رفتم بیرون. دیگه ما همین دیگه انتقام گرفتم. آره تنها چیزی که به ذهنم رسید اینو بهش گفتم و رفتم و دیگه تمام امتحانامو غیر حضوری دادم، یعنی دیگه نرفتم سر کلاس فیزیک. این هفته چیزم بود. حالا تو تموم شد بحث امتحاناتت؟ آره من آخه اینجوری هم که تو جمع خودمون هم من بیشتر یعنی لذت میبرم که بشنوم تا این حرف خواهش هزینه این پروسه مثلا دارو برای 10,000 تا یه امتحانش. امتحان آخری چقدره فقط؟ 8. حالا شنیدم که علاوه شنیدم که میخوام بکنش 10 ولی تا جایی که من میدونم هست، یعنی 40-50 هست امتحان آخر فقط. نه کلن امتحان خیلی بیشتر. چی امتحان آخر فقط 40-50 مثلا 8 تا که آخر نه خب گوش امتحان آخر خودش من آماده نبودم. آره 8 یا من از یکی شنیدم که دوتا امتحان رو میخوام بکنم 55 ولی تو وبسایت آخرین باری که من چک کردم قبل از امتحان مثلا دومم بود 8 بود. و مثلا یه سری بعد اینسترومنت و این چیزها رو میتونی خود بخری که واسه تمرین کردن باید بخری چون امتحان سوم پرکتیکاله. بعد اون خودش مثلا بین مثلا 6 تا مثلا 15 بستگی به چیزی که بخوای بخری داره دیگه، یعنی مثلا اگه بخوای چیز خوب بخری خیلی گرانتره. و یه سری کلاس هست که تو بهها باید تمرین کنی دیگه و این مثلا این کلاس ها اون بسته رو فراهم میکنن که تو بتونی راحت تر تمرین کنی و این چیزا. مثلا اون کلاس ها بستگی داره، مثلا یکی از کلاس ها هست که مثلا کورسای مثلا 3-6 ماهه داره و این چیزا که 25,000 تا از خود کلاس تا الان شد 50 تا. خب فهمیدی برای چی باید بری کلاس؟ چون خیلی پول میخوان ازت بگیرن. اصلا 7-8,000 دلار نیست، حدود 100,000 دلاری که میخوان از یارو بگیرن. یعنی ببین این فقط پول خوردن اون ارگانیزیشن اصلی نیست، از کلی هم که اون همینطور هم مافیای چیز بود دیگه، مافیای کنکور که توی ایران بود همون سیم شیت different country. اینجا خیلی بابا واقعی دارم بهت میگن که دیگه میکنم عددی که داره میگه عدد کمی نیست. آره فکر میکنم که مثلا با کلاس ها فکر کنم 80,000 اگه چیزی رو فیل نشی هیچ وقت. یعنی وقتی آدم با کلاسی باشی؟ نه با آها با کلاس هایی که بری. من هم یه لحظه کردم با کلاس هایی که دیگه پول میدن من بی کلاس حرف 80,000 تا آره. از حقوق خیلی ها بیشتر. آره دیگه اصلا کسایی که میرن کلاس اصلا ردیسنیشون با حسین خیلی متفاوتی، یعنی یارو میاد اینجا تازه کار میکنه پول در میاره میذاره کنار
برای اینکه بتونه بره این امتحانو بده. ولی خب فکر کن بری و فیل کنی اون موقع که دیگه اصلا میخوای دیگه خودتو از سه جا آویزون کنی دیگه، میدونی اصلا امتحانه که میگه فیل فقط میتونی فیل کنی. حسین داره عجیب پاس میکنه. نه من که من کانفیدنت بودم، من رو جفتش کانفیدنت بودم، موقعی که اومد مطمئن بودم که پاس میکنه، خودش زیاد نه ولی مطمئن بودم پاس میکنه. حسین اصلا امتحاناش معروفه، یعنی اینجوریه که هر کی میاد بیرون میگه فیل میشه، یعنی معروفه به اینکه ریت فیل شدن چقده. خیلی عجیبه. امتحان اول و چیزی که خود وبسایتشون زده 42% پاس کرده بودن اون دیتی که من دادم. و یه چیز عجیبه، یعنی مثلا امتحان استانداردی نیست دیگه 42% پاس کردن. آره خیلی کم. ولی فکر کنم این ولی پاسش هم 75%. ببین 75%یه که خودشون میگن، یعنی 75% اون امتحان نیست. یعنی این امتحان رو میان از یه جامعه آماری گستره تری میگیرن و بر اساس پرفورمنس اونا 75% رو مشخص میکنن. یعنی ممکنه یه زمانی 75% مثلا 60% اون امتحان باشه، یه زمانی 80% گس ورک داره. یه چیز عجیبه دیگه داره اینه که میان روی هر سوال مثلا یه چیزی دارن که مثلا بر اساس مثلا آمار انقدر انتظار دارن انقدر درصد از مثلا کسایی که شرکت میکنن جواب بدن. حالا اگه این درصدی که اینا انتظار دارن با درصدی که واقعا اتفاق میفته یکی نباشه اون سوالو حذف میکنن. یعنی در واقع سوال آره، یعنی سوالای خیلی آسون و سوال خیلی سخت حذف میشه و این بعد دیگه مثلا به ضرر یکی در میاد، به ضرر اونایی که درس خونن. آره اونایی که درس خونن رو سوالای ضعیفی که بقیه اشتباه میکنن اینا بیشتر چیز میکنن. آره و من اینو نمیدونستم، یعنی مثلا بعد از امتحان مثلا فهمیدم اون چیزا، چون قبل از امتحان اگه بدونی اینجا هستی اوکی اگه این سوال خیلی سخته ولش. مثلا ولش میکنم میرم، چون مثلا سوالا وقت نمیذاری زیاد. آره بخاطر اینکه سوالام خیلیش وقت گذار بود. مثلا اینجوریه که یهو مثلا 5 تا گزینش درست بود و تو بعد هر 5 تا رو تشخیص میدی تا نمره کاملو بگیری. اوکی آره بعضی یعنی تو نیست ABCD نیست، بعضیش مثلا اگه دو تا جواب داره بعد جفتشو بزنی اگه نظری نمره منفی داره. امتحان دوم آره امتحان اول یه گزینه داره خرس من فیلم آره کامل صفر فاش. یعنی آره یعنی اگه جواب سال ABC باشه تو ABCD بزنی صفر میشه، یا AB هم بزنی چی؟ AB بزنی یه درصدی از یه درصدی ازش خب خدا رو شکر. آره ولی خب این مثلا اینجوری نیست اگه AB رو بزنی 66% بگیری، اونم اونا تعیین میکنن که چه وزنی داره هر. آره بر اساس همون جامعه آماری که امتحان. اینطوری بهت بگم اگه حال کنن دندون پزشک میشی، اگه حال نکنن هیچ گویی نمیشه. تو این پروسه از کس دیگه هم که این مسیر رو قبلا رفته کمک گرفتی؟ نه همین داستان. ولی پس این نفر اول دیگه. ولی من نفر اول خیلیام، یعنی الان خواهرام پشت سر من داره میره دو تا من دارم یه هیچی. نه دی آقا هر کی با این کار داره به من زنگ به ما زنگ بزن. آره دیگه از این به بعد باید گارد دیگه. توی منیجر میخواه این چه کار دیگه سر اون جمعه برزو ببین میدوشه من این ست داره 200 فشار میکنم ولی تضمینی سر اون جریان دگوت کارما هم که بود میگه اصلا آره. این چیز داره ایمام میگفتش که تو شماره منو بده بگو آقا با پسرم حرف بزن. آره هزینه ها رو بگو من تو رو بوک میکنم، تو فقط یه سری جواب بعد اتند کنی. ببین چه مارکتینگی هم بکنیم که دکتر حسین خیلی سرش شلوغه، اول ما باید اینا رو چیز کنی. آقا پلنش در اومد اصلا نگران نباش، شما فقط امتحان آخری پاس شو. آره واقعا نه پاسم نشد اوکی. ما آره ما یه دونه توی استودیو کومان قراره یه دونه صندلی بزنیم که میاد پنجشنبه ها ویزیت میکنه. آیه یونیت آره لینکش پایین نمیگشیم. آره ما اون برداریم عقرب میخوریم، آقای من داره دندون پر میکنه. عجب آقا. آره تو یه زی میخواستی بگی؟ آره یه لیستی دارم اونو میخواستم بگم، ولی این هفته مناظره آقای ترامپ و آقای بایدن هم بود، دیدین اونو؟ کدومو؟ هفته پیشیه که درمش صحبت کردین؟ نه اینکه CNN نه مناظره داشتن دیگه. ما راجع به صحبت نکردیم اون مناظره. نه راجع به چیز خود ترامپ صحبت کردیم که با لوگن پال. با لوگن پال اون داد. وای مناظره رو اصلا من باورم نمیشه بایدن از ثینگ. واقعا منم همینطور اصلا باورم نمیشد. قرار بود امروز تصمیمشو بگیره که میمونه یا نه. کی؟ بایدن بعد قول... گفته میمونم، ولی انگار قراره واقعا بره از رئیس. به قول چیز به قول آیسن سلام میگه آقای خوابلو رو میگه آقای خوابلو
خب کیمیا جا بعد واقعا میگرم و ترامپ هم مسخرهش میکنه، میگه من که نفهمم چی گفت، شما احساس اون لاین خیلی خوبه چی گفته اون لاین عالی، ولی من جوابم اینه قشنگ من نمیدونم تایم عجیبی رو داریم زندگی میکنیم. آره واقعا، یعنی تایمی که تو نسبت به ترامپ برگردی، یعنی نظر آدم نسبت به ترامپ برگشته باشه خیلی عجیبه. اگه ترامپ شه اینورم جلیلی شه یه خورده عجیب میشه. دست در دست هم برای چی؟ نه میفتم میدونه هم میدونه هم، میگم دست در دست هم آباد بابا دیگه ترامپ که آب پاکی و ریخ رو من دیگه، یه روز نذاش بگذره. یعنی واقعا من اپیزود که اومد فرداش گفت ما هیچ اعتقادی به هیچ چیزی نداره، ایران خیلی هم کشور خوبیه، خیلی هم مارکت خوبی داره و آنتاش مارکت میگه اینا. آره میگه، حرف زیاد میزنه. دیروز ملت هم میگفتن تا آخرش میمونن، آقای پزشکی میگفتن انشاءالله. آره این چون فقط پزشکیه، فقط من پشت صنف خودم بعد ببین بگیم اون روز که صنفت پشتت نباشه اون روز روز بعدیه تو که همیشه میتونی پشت صنف باشی. مشکل اینجاست که خیلی صنف هم کاندید زیاد داشت، 60% کاندیدا هم صنف بودیم. آره این بده، این پزشکی های میتونسته پزشک نشه، یعنی با این فامیلش روش نمیشده. ما یه چیز داشتیم توی دبیرستان، فامیلش مهندس بود، برایشش تجربی بود. دکتر مهندس بود، دکتر مهندس. برای این پزشکیان هم مثلا رفته آقای دکتر مهندس رفته پزشک شده تا تش و رفته، یعنی نرفته پزشک بشه، رفته پزشک شده. آره داشت چیزی میگفت چند 20 خورده ای سال بعد 20 سال درس خونده. خیلی 52 امتحانا اینو میداده. ببین خیلی از من فکر کنم ازش بدتر بوده. 52 سربازیش تموم شده، 72 دانشگاهش. 20 سال. اینی که این اطلاعاتو چرا دارم نمیدونم. اصلا مگه اون وسط مگه یه مدت دانشگاه نبود دیگه، رایت فور ا وایل. اصلا انقلاب فرهنگی. آره. اون خیلی وایل کمیه. حالا انیوی دیگه ببینیم که نتیجه چی میشه. میخوایم باز گمبل بکنیم یا نه دیگه میتونیم 50 درصد پیش. خب بذار بگیم دیگه، ما گفتیم قالیباف میشه احتمالاً، که میگم جی الف همه رو سورپرایز کرد. نه دیگه تو فرضا گفتین قالیباف میشه. نه نه ما که اصلا من تو رو تو تیم خودمون نمیدونم، گفتم ما منظورم ما بود، تو میگفتی ما پروندم فقط واسه من، فقط صرف این که مخالف شما باشم گفتم پزشکیان. آره من گفتم احتمالاً قالیباف میشه ولی دوستان پزشکیان میشه، ولی خب فرقی نمیکنه. میدونی آخرش اینه که هیچ فرقی نمیکنه. من یاد مثال راهنمایی افتادم. کدوم؟ انتخابات شورای دانش آموزی داشتیم و اینا. بعد طرف میمد کاغذ میزد رو دیوار که اگه من انتخاب بشم به من رأی بدید من مدرسه رو مختلط میکنم. این همونه الان. بله رأی بدید. من سیرکه زنگ ورزش رو مثلا 7 برابر میکنم. کاندید شده بودین هیچ وقت؟ بله پرها شده بود یه بار. من تو راهنمایی مجله ران میکردم، با پول خودم میرفتم مجله درست میکردم، چاپ میکردم. یا به خاطر اینکه کاندید و اینا بشی یا کلن؟ نه کلن من مطلب در میآوردم، جدول در میآوردم برای خودم، من فکر میکردم خبریه. بعد یه مدت شروع کردم چیز معلم ها، ببین من چقدر آدم ساده‌ای بودم، خاک سرت واقعا. معلم به من امتحانو داد، گفتش که ما پرینترمون خراب شده، اینو میتونی بری پرینت کنی؟ بدونی که نگاه کنم رفتم پرینت کردم اومدم امتحان دادم. تو کیستی؟ ببین واقعا احمق که میگن منم، یعنی خیلی با ایمان بودی. نه بابا احمق بودم، ولم کن با ایمان چیه. چاقو زامندار میبردی تو اردو؟ احمق اردو خریدم. آره من تو مشهد احساس کردم که باید خودم مسلح کنم. چاقو زامندار. منم یه اتفاق همچین چیز واسم افتاد. تو کجا رفتی؟ نه چیز داشتیم، یه معلم زمین داشتیم. آخه زمین رو معلم بعد... زمین چیه؟ زمین شناسی دیگه. او من نمیدونم چیه. آره مثلا تجربه من رو فکر کردم تو کار ریل استیت و بچه توی دبیرستان تجربی یه رشته زمینشه، یه درس زمینشناسی هم هست. بعد اصلا جدی نیست، یعنی توی کنکور ضریبش صفره و اصلا جدی نمیگیرن. آره کسی که میخوان رتبه بشن اصلا زمینشناسی. الان نمیدونم رتبه
تغییر کرده یا نه اون زمان. بعد مثلا هیچ کس زمینشناسی جدید نمیگرفت، همه سر کلاس زمینشناسی یا میرفتن بیرون اشغال میکردن یا درس مثلا چیزای دیگه میخوندن این چیزا و هیچ کس جدید نمیگرفت. اون معلم درس میداد؟ آره معلم هم بنده خدا درس میداد و اصلا هیچ کس هم جدیش نمیگرفت. بعد خلاصه که این من یه مدتی که واسه کنکور درس میخوندم بگم دیگه یه بار اسمش هم بگو. نه نمیخواد بگی آقا. نه حالا مثلا من سه ماه کنکور واسه کنکور سه ماه میرفتم کتابخونه و من جمعاً سه ساعت اون کتابخونه نبودم و یه بار مچمو گرفتن خانواده و بابام هم اینجوری بودش که آره میای درمانگاه و زیر نظارت خودم درس میخونی و من رفته بودم توی مثلا اتاق مدیریت درس میخونم. بعد اتاق مدیریت من اکسسشم به دوربینا و بابای منم خیلی آدم منظمیه، یعنی مثلا همیشه سر تایما چیز میکنه و من تایمی که میومد منو چک میکردم در آورده بود. این مثلا مثلا سر 11 مثلا سر 1 پدر دیکد کرد. آره باگ دارن پدر بکتور دارن. آره من یه بار همینطوری حوصله‌ام سر رفته بود، درسم که نمیخونم دیگه، حوصله‌ام که سر رفته بود گفتم که بذار ببینم دوربینا چه خبره. می نشستم دوربینا چک میکردم همه چیکار میکنن و از سر کار همه در میارم. بعد یه دیدم که یه آدمی اومد تو و خیلی قیافش واسه من آشناه. کلی فکر کردم آقا من اینو یه جا دیدم، فکر کردم او معلم زمین شناسیمه. معلم زمین اومد. آره بعد رفتم منشی با اون صدا زدم، مثلا اومد گفتم که مثلا به بابام بگو این معلم منه. بعد گفتش که خب اوکی میرم میگم. بعد رفت گفت روی بابا هم داشت که روی زنه مثلا ایشون مثلا کار انجام میداد و این چیزا و برگشت مثلا همینطور که داشته روی زنش کار انجام میداده یا برگشت بهش گفته که شما فرهنگی هستین؟ بعد اونم گفته که بله بله مثلا فرهنگی هستم اینا. بعد مثلا گفته که چقدر جالب و اینا، دوباره شروع کرده مثلا داشته مثلا درمان انجام میداده و یه برگشت بهش میگه که بهتون میاد معلم زمین از رو آج دندونتون فهمیدم که از رو آج دندون زنتون فهمیدم. من بنده خدا اصلا چیز شده بود که از کجا بایدی اینجور اصلا به خیافتون خیلی یاد مثلا بله زمین شده. خلاصه که خوب ایسکای این بنده خدا رو که بابا میگیره و بابام هم اینجوری که وقتی مثلا من که یعنی نه تنها تو بلکه پدرم ایشون اونجا من که مثلا 27 سال پسرشونم واقعا یه جایی نمیفهمم که این حرف داره جدی داره بره. آره نه راست میگه هیچ که نمیفهم. و خوب که ایسکای مثلا ایشون رو میگیره آخرش بهش میگه که آره مثلا من پسرم مثلا شاگردته و مثلا از اونجا فهمیدم میدونم. مثلا اینجوری مثلا شو حواست به خودت باشه من میگم تو دندون چه خبر. بعد خلاصه که اومد اصده من زدم منم رفتم و مثلا با این آقا صحبت کردم و حالا مثلا پدر منم سخت مخالف این که اونم اینجوری بودش که مثلا اگه بابات مثلا یه حالی به ما بده منم یه حالی به تو میدم. خیلی مثلا محترماتش این حرفه میزد ولی میخواستن که پدر چه حالی باید بدن. نه همون اصلا بابام اگه پول نگیره بابا شما که حال سر خود بود که اصلا خواسته بابای منم خیلی روی مثلا حرفا مثلا حساس و اینا. من سریع اون کانورسیشن رو عوض کردم که مثلا بابام نشنوه. بابام که رفت بیرون اون دوباره مثلا کانورسیشن مثلا از سر گرفت. اینا هم میدونستم از قدیم که مثلا بای دیفالت بابای من از معلمان پول نمیگیره. خب بعد اینجوری که ببین من که الان میرم با بابام صحبت میکنم الکی بابام اگه میفهمید کل الان بابام میبینه احتمالاً الان میفهمه. به قرآن من تقصیری ندارم و حالا دوباره ما میشینیم تو جمع خانوادگی همه انگشتا رو به منه. اصلا ایمانه این کارو کرد آقا بلاکشون کنید دیگه. بوی اون داره نمیگیره نداره میگیره حالا اوکی. خب خلاصه که من مثلا مخ اینو زدم که آقا سوالا رو به من بده باریکلا. آره بعد رفتم اینم سوال چیو سوال همیشه امتحانای نهایی امتحان چیشو امتحان نهایی کنکوری که نمیتونست به تو بدم کنکوری که نمیتونست بگیره. بعد خلاصه که اینم به من گفتش که اوکی اگه مثلا بابات مثلا با ما راه بیاد منم مثلا چیز میکنم. اولم گذاشت بره ببینه چیز میکنه. من فکر کنم یه جور دیگه میخواست بده حال بده. بفرمایید کاش که آره مثلا مستقیما جواب سوالا رو بده نه مثلا یه جور دیگه نمره رو آره نمره رو یه چیز کنه. تو من اینجوری شنم من تلاش میکنم برای چیزی که با به دست بیارم. بعد خلاصه که رفت و بابام ازش پول نگرفته بود. این رو بعد مثلا گفتش که شماره منو بزن و مثلا باید هماهنگ میکنم و این چیزا. و منم اینجوری بودم که شماهشو زدم و نگاش کردم و اون گفت اینجوریش که فامیل هم نمیدونی. ببخشید استر زمین. آره من گفتش که مثلا من فلانی هم از شماهش زدم و رفتم سوالا رو گرفتم و اونو امتحانو 20 نشدم سوالا رو داشتم چون نخونده. آره چون اصلا واسه من نبود دیگه. آره سوالا نگاه کردم و رفتم.
عجب. دو تا نکته دارم، البته نکته ها زیاده تو این بحث. آره ایشون که فقط داشتن یادداشت میکردن. اولا که شما فامیلتون رو باید بذارین دندان پزشکیان. آره چون به هر حال یه خواهرم گفتی دارن واقعا انگار مثلا فامیلی بیزنس شده. آره خواهرم، عمم. بعد سوال بعدی اینه که کتابخونه که نمیرفتی چیکار میکردی؟ حالا دیگه اونو دیگه بهتر نمیتونم. اونو دیگه اونو دیگه واقعا دارن میبینن. خیلی بد بلاک شد. نه آخه یه لحظه گفت که من کار بدی نه نه یادم نبود که باباشم مثلا دکترن، واقعا یادم نبود. بعد گفت بابام گفت باید بیای درمونگا. فکر کردم مثلا فکر کردن معتاد شده میخوان برن ببندنش. یه لحظه واقعا آسایشگاه درمونگا نیست. یا تو درمونگا؟ آره نه بچه رو به اعتیاد نیست. آره. خدا خیلی خیلی سوسکی داشتم چوسی میمارم. آره. آره رفتن درمونگا. ولی بند خدا پدرشون خدایی من دارم میگم اگه این بند خدا فامیل ما رو شارژ میکرد از زندگیش خیلی پول دارم. تو هم رو همون روال رو پای ادامه بده ایشالا. الان از خاک بلند شده. انشالله. من بچه که بودم زورم میگرفت، خیلی هم زورم میگرفت. صداره بابا من الان زورم میگیره. ما هم زورم میگه. آقا ما هم نبودیم تو این فامیل، ما هم الان زورمون گرفته. آره شما که سرویس رو نگرفتی، حداقل ما سرویس رو گرفتیم. آره بچه مثلا آخه اینجوریه که مثلا کنار نبودید. یعنی ببین اصلا یعنی تو نیاز نداره که بشناسنت، فقط بدونن منو بشناسی حل. آره نشونی هم بدی حل. حالا میدونی ما زیاد شانس نداشتیم از فامیل. فرزاد الان در اون فوقش یکی از فامیلامو یه سوپرمارکت داشت. یه دونه چیه کاکاو میخوردیم با کیت کت. تک 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 ما داشتیم کسایی که کل فک آوردن پایین یه نوجا زدن آلمانی. آره داشتم میگفتم ولی چی بفرمایید. بچه که بودم خیلی زورم میگرفت، بعد مثلا بابام هم بحث میکردم مثلا چرا مثلا از فلانی، مثلا فلانی کی بود، مثلا نمیدونم دوماد پسر خاله پسر عمه مثلا دایی مامانم که حالا اینا مثلا جدا شدن خانوادهم دیگه با هم در ارتباط نیستن، ولی چون بابام یه بار اینو تو عروسی دیده بود مثلا چیز میکرد. عجب بابا عجب. آره بعد مثلا اینجوری بودم که چرا اصلا بهشون تخفیف بده، نه اینکه مثلا پول نگیری، تخفیف بده و این چیزا. بعد اینجوری بودش که حالا مثلا بزرگ میشی میفهمی یه سری مثلا ارتباطات مهمتر از پول و اینجور صحبت ها. و خیلی ما با منم وقتی که میخواد منطقی با صحبت کنه اشک تو در میاره، ولی منطقش هم درسته، هیچ کاری نمیتونی بکنی، منطقه درسته. آره بعد خلاصه که الان که بزرگ شدم فهمیدم که خودم بدترم. خودم بدترم. آره. نه ولی من هنوزم برای باورم شما یه مدیر مالی میخوای. آره. بعد ایمان یه بار یه حرف خیلی قشنگ زد. من همه حرف قشنگ نمیزنم. چرا؟ حرفه آره یه خورده منو برده تو فکر ولی همچنان سم میشه بگین حرف. آره این بوده که گفتش که ببین تو آردی از کسی که واسه کسی که میشناسی آره داری مثلا متریالی بهتری استفاده می‌کنی، تایم بیشتری می‌ذاری، دقت بیشتری می‌کنی و مثلا اون خودش مثلا یه جوریه که سود داره، دیسکاونت داری بهش میدی. آره تو پول نگرفتن رو باید واسه کسی بذاری که مشتریت نیست و میخوای مشتریش کنی، یعنی مثلا اینو میخوای یه جوری بیاریش مثلا زیر مثلا مجموعه خودت. ما صحبت آره. بیزنسشو میکنیم. اینو من بگم، تو یه کاریو برای نفر مجانی انجام بدی هیچ وقت قدرشو نمیدونه. تو اگه از من اینطوری بگم، بذار من مثال شخصی بزنم شاید خیلی دوبل تر باشه. من یه مدت که تراپی میرفتم از من پول نمیگرفتم. من گفتم آقا من اصلا من تو برای این پول ندم اصلا انگار که نیومدم. آره یعنی من باید پرداخت بکنم اینو تا بدونم که انجام شد، برات حساب بشه تو ذهنم. و تو ذهنم هر موقع که این پول رو پرداخت کردم برام خیلی بهتر، یعنی احساس کردم که من ارن کردم این سشنو. میگم نه اینکه من نشستم اینجا وای حالا این بنده خودم نشسته همش تو ذهنم اینه که بابا این بنده خودم که الان مثلا وقتش گذاشته الان میتونسته کلی مثلا پول بگیره و میتونسته کار دیگه بکنه. برام من گذاشته من خود کسی که داره میره اونجا خوش پر از شیم هست. آره تازه دوباره بیشتر اضافه. آره بیشتر. ولی من در این باورم که حتی با چند نفر دیگه هم در مورد چیزهای مختلف صحبت میکردم، میگفتن اگه میخوان برای یه کاری بکنید بهشون تخفیف بدید، ولی هیچ وقت مثلا صفر ازشون پول نگیرید. آره این مشکل من دارم. مثلا من همینجا که کار میکنم مامانم که رفته بود دندوناشو درست کنن از مامانم پول نگرفتم، مثلا خیلی حس خجالت بدی بود. من الان مثلا خودم دوست دارم برم مثلا یه چکاپ بکنم این چیزا روم نمیشه دیگه مثلا برم اونجا. کجاست اینجا که میری؟ نه جدی من آخه عوض شده محل زندگی دیگه. دنبال دندونپزشکی خوب میگردی؟ قبلی هم دوره اتفاقا. دوره من دیگه بستم به حسین. آره یه سال و نیم
سب بده که دهنمونو سه. خب من خودم حالا اگه دوست. که تو تایید میکنی خب میریم، هر جا باشه میریم دیگه. چرا آره من تایید. آخه دو خودت الان کار میکنی یعنی کدوم شهر میتونی کار کنی؟ اسیستنت سوری نه برن نه برنوی نه کمبیه اون ور پل کمبیه تو ونکوور فیوچر شاپ فیوچر شاپ بس با یو اینا کجاست بود به جای خوبیه. آره واقعا جای خوبه از همه لحاظ. هابه چیز دیگه، همه چیز دور و بر هست. آره جدی من اونجا دوست ندارم. من خیلی اولمپیک ویلج میگم به اون محله فکر کنم. نه اولمپیک ویلج این وره. اون میشه فالز کریک کمبی فکرش ماونت پلزنت شاید میگن برادوی و ولی خیلی جاش نه به محلش پل گرنویل دیگه اونوره پل گرنویل درسته. آره ولی این که فرزاد میگفتم درسته. چیست محلش؟ گفتی آخه پل کمبی؟ نه اولمپیک ویلج؟ اولمپیک ویلج کمبی یا گرنویل؟ نه کمبی یا گرنویل. الان گفتی کمبی بعد الان بعدش گفتی. نه پل گرنویل نیست؟ نه کمبی بس باید. پل گرنویل. اوکی پل کمبی اوکی باید. یکی از این پل های شهر. یکی از نوتاست. اوکی. اوکی ولی اگه میگی خوبه که من بیام. آره. ولی حالا شما دوستایت پول بدید. من پول نمیدم. چی برای کاری که ایشون میکنه؟ از نه به من که دستمون دستی نیست. ایشون اونجا کار میکنه. نه برای مطب خودشون. خودشون میگن. یکی از نه ما برای مطب خودمون پولی نمیدیم. دیگه با ایشون دیگه چیزو کاشتن دیگه. دیگه تاسرعیا میرود دیوار کرد. من یکی از چیزایی که فکرمو درگیر کرده اینه که الان مثلا من اگه برم توی مطب یکی دیگه کار کنم، اگه مثلا یکی از دوستان بیاد میتونم ازش پول نگیرم؟ نه همون دیگه میزنیش پولم ازش میگیری. اصلا تو دیگه در حین پول گرفتن نیست. آره تو بگو برو ریسپشن. اصلا روال اینجا بعد تو ریسپشن پول گرفت گفته بودم نگیره. حالا باشون صحبت. آره این قشنگ. اینا بگو ولی کار دیگه میتونه بکنه که واقعا خالصا مخلص هم باشه بعدش بیای پولا بدی به رفیقت. آره به تو. آره حتی میتونم مثلا فرهادم که اومد بعدش بیام پوله رو بدم به تو. کشبک ها رو فرزاد میگیره. هرکی پول داد کشبکش رو فرزاد میگیره. سختش میکنی. نه خب نه ولی من تمام امیدم الان روی حسین دیگه. واقعا من دندون پزشکی خوب نداشتم دیگه توی کانادا هیچ وقت. راضی نبودم خدایی. ولی حسش فرقی نداره مثلا استرس نمیگیری شخصو که بشناسی روی خانواده؟ چرا مثلا من همیشه میگفتم با استرس شرط و پرت بود. وقتی که میای توی فیلده یاد میگیری که استرستو کنترل کنی. مثلا من چیز که رفتم امتحان رانندگی بدم، طرف اینجوری بشه که مثلا خیلی ساله داری مثلا رانندگی میکنی، مثلا سنت مثلا زیاده. گفتم مثلا حد سازن سنم چنده؟ گفت فکر کنم مثلا 33. گفتم از روی قیافم گفتی شعورم گفتی یا مثلا رانندگی؟ گفتم مثلا رانندگی. گفتم که نه مثلا خیلی سنم کمتر و اینا. بعد گفتش که ولی هیچ استرسی نداشتی. گفتم که استرس داشتم، یاد گرفتم که استرسمو کنترل کنم و مثلا حتی نشون ندم. و این بار که اسیستنت دکتره بودم روی مامانم، ببین پام اینجوری بود. هی تخ میرفت بالا میومد. واقعا اصلا نمیتونستم کنترلش کنم. یعنی پام واقعا داشت میلرزید. طبیعیه. آره. و اونم حالا فکر میکنم بار اول و دوم یه خورده میلرزید. آره دیگه. بعد آره. بعد عوض. لرزشش کنترل بشه. اینم از این. چقدر اپیزود؟ یک ساعت و نیم. ریلی؟ راضی باشید. یک ساعت جنزی ها رو نگم. یک ساعت و 22 دقیقه. بگم آخه تهش حس میکنم. چی تهشه؟ ته اپیزوده. و میخوای یه موقع بگتونیم در موردش صحبت کنیم؟ آره جالبه. نه نمیدونم. نه هر جور میخوای میتونیم بذاریم من بذارم سیف کنیم. باشه سیف. دمتون گرم. مرسی که تا اینجا اپیزود با ما بودید. مرسی از حسین که اومد بدون هیچ چی میگن آدابی نه بدون چوسی اضافه اومد و دایرکتات هم نبندی یا یه بچه ها بتونه آره بچه ها بریزن تو دایرکتات. آره دمتون گرم. ما توی تمام فضای مجازی اسم خودکست توی تلگرام توییتر فیسبوک اینستاگرام ما سعی میکنیم که تمام تلاشمون هست که تا اپیزود 20 این فصل رو برسونیم، یه بریک بگیریم و دوباره با کارون برگردیم ان شاء الله. دمتون گرم فعلا. خداحافظ. 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 خداحافظ.